مبارزه برای رفاه و آزادی شبه یک انقلاب اجتماعی، بحثیه که امروز با امان کفا از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی در میون میذاریم. امان کفا همه میگن که جامعه ایران یه جامعه متلاطمه، اوضاع ایران در حال انفجاره، شواهدی که خیلی ها دارن روش صحبت میکنن که جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار شده. دوست داشتم نظر شما رو در این رابطه بدونم، نظر شما در مورد اوضاع جاری و موقعیتی که جامعه و جمهوری اسلامی توش قرار گرفتن رو، نظرتون رو جویا بشیم. ببینید، همونجور که شما گفتین، این واقعا دیدیست که شما میتونید تو همه جا ببینید. هیچ نظارگری نیست که به جامعه ایران نگاه کنه امروز و اوضاع متفاوتی رو ببینه. همه میبینن که به خصوص از بعد از پروسه‌ای که نای بزرگی گفته شد به جمهوری اسلامی و کل انتخاباتش، ما گفته بودیم که توی یه شرایط دیگری جامعه قرار داره، جامعه‌ای که حاضر نیست همینجا وایسه و ادامه میده. تا اونجایی که به کل جمهوری اسلامی برمیگرده، به طور واقعی نه راه پیش داره و نه راه پس، هیچ افق. رسماً و علناً اعلام داره میکنه که نمیتونه حداقل نیازهای جامعه رو براش فراهم کنه. برای نمونه شما به شرایط برق نگاه کنید، به شرایط آب نگاه کنید، به هر اوضاع احوال و یا هر مسئله شما توی این اوضاع احوال نگاه کنید، میبینید که جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی بهش نیست و همه میگن که دورانش به سر اومده. رفتنی بودن جمهوری اسلامی فکر میکنم امریست که نه فقط به عنوان یه بحث سیاسی اپوزیسیون، بلکه به طور کلی در تمام نهادهای جمهوری اسلامی هم در جریانه. جامعه ای رو ما داریم که حاضر نیست که سر جاش بایسه. هر درجه که داره جمهوری اسلامی رو به عقب میبره، به همون اندازه داره سعی میکنه بیشتر و بیشتر بتونه مهر خودش رو بکوبه به اوضاع و تغییر بالانسی رو به وجود بیاره. و اون تغییر بالانس توی مبارزه امروز داره پاسخ میگیره. اعتراضات کارگری همه جا داره انجام میگیره و رو به رشده و شرایط متفاوتی رو تو جامعه ایران داره بیان میکنه. در این حال شما مواجه هستیم با مردمی که از مدرسه گرفته، از دانشگاه گرفته، از محیط کار گرفته، از بیمارستان گرفته، از ایمنی تو خیابون گرفته، از ترافیک گرفته، از هر زاویه که نگاه کنید داره میگه که بسمه دیگه، کافیه، قبول نمیکنم و عقب داره میزنه جمهوری اسلامی. و اینو جمهوری اسلامی میدونه. اینی که جمهوری اسلامی میتونه سرکوب کنه، مسلما امکانش رو به معنای نیروش داره، ولی به طور واقعی مسئله ای که در مقابل کل جمهوری اسلامی قرار داره اینی که هر گونه تعرض فراتر رو میتونه با یه بحران جدیدتر و یا با اعتراض به مراتب شدیدتر جامعه روبرو کنه و خیلی دست به عصاست. میترسه، به میزان زیادی میترسه از اینی که هر گونه ابراز وجود بیشترش و تعرض بیشترش پاسخهای به مراتب شدیدتری از طرف جامعه بگیره. و در حال حاضر این بالانس وجود نداره به اون شکلی که قبلا وجود داشت. یه دوره بود که شما هر اعتراضی رو میدیدید فوری میتونست بریز سرشو یه سعی بکنه که بگه که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. امروز یک همچین چیزی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست. از تریبونای آزاد بگیرید میگم تا جمع شدن مردم و یا حتی مقابله با مسئله اساسی مثل کرونا که دیگه میشه گفت بخش وسیعی از دنیا تونستی پاسخی بهش بده و جمهوری اسلامی کماکان داره باش دست و پنجه نرم میکنه و حاضر و یا حتی امکان فراهم اومدن حتی اقلهایی رو برای جامعه نداره. دارو گرفته، میگم هر جایی رو شما دست میذارید میبینید که نتیجه نداده و تعرض و اعتراض مردم داره بیشتر میشه. و مهمترین شاید میشه گفت تو این دوره حتی اون حد اقلی است که شما انتظار داری از یه دولت، فراهم کردن مینیمم یه زندگی رو قادر نیست که بهش پاسخ بده و هیچ گونه گشایشی و افق گشایشی هم در مقابل جامعه نداره. و این شرایط فکر میکنم شرایط طولانی مدت نمیتونه باشه. و به خاطر همین میگید جامعه پرتلاطم واقعیه. همه میگن یک همچین تلاطم و یک همچین شکلی برای دراز مدت غیر قابل ادامه است و باید بالاخره به یه سمتی بره.
و شواهد امروز داره نشون میده که رفتن جمهوری اسلامی آلترناتیو واقعی تو جامعه است و مطرحه به طور معلومی، مطرحه به مراتب بیشتر از لاقل میشه که در چند سال اخیر بوده. یه سوالی که اینجا پیش میاد، میگن که جمهوری اسلامی توان مسئول، یعنی توان این که اداره کردن جامعه، مدیریت جامعه رو نداره، مدیریت این که به عنوان یه دولت، یک حاکمیت رو سر جامعه ایران باشه، یعنی نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو در این میدونن. شما چجور فکر میکنی؟ آیا بحث این که بحث مدیریتیه یا بحث مسائل دیگه است در رابطه با خود جمهوری اسلامی در طول این سالها و سالهای اخیری که دوچار تلاطمات هم در بعد منطقی و جهانی هم در بعد داخلی شده، شما چجور این مسئله رو میبینید؟ ببینید، شما درست داریم میگیم و هر کسی میگه که جمهوری اسلامی نمیتونه مدیریت جامعه را انجام بده، این واقعیته. ولی مسئله بر سر اینه که تغییر مدیریت به معنای، فرض کنید، رفتن جمهوری اسلامی و قرار گرفتن یه نیروی دیگه، حالا بدون اسم جمهوری اسلامی یا بدون، فرض کنید، به شکل عمامه ایش توی ایران، پاسخگو نمیتونه باشه و کافی نیست. یه دفعه دارن لاقل اینجوری تبلیغ میکنن که گویا اگر که جمهوری اسلامی یه عده آدمی رو که غیر خودی بودن، فرض کنید تکنوکرات های معینی بودن، اینا رو سر کار با انجام مدیریت میتونست جامعه به اون چیزایی که میخواد دست پیدا کنه. این شاید در نظر بورژوازی، شاید در نظر طبقات حاکم معنا داشته باشه، ولی تا اونجایی که به مردم برمیگرده، مردم به مراتب از این جلوتر رفتن. مردم خواهان این نیستن که فرض کنید یه نفری بره این دفعه یه دونه بی عمامه بیاد سر کار، یا یه آدم دیگه با یه شکل دیگه بیاد سر کار. خواسته هاشون به مراتب فراتر از اینه. خواسته هاشون برای رفاه، خواسته هاشون برای بهبود شرایط، نه فقط به این شکلی که امشب بتونن برن تو مغازه نون شبشون رو پیدا کنن، بلکه به معنای استفاده از نعمات و تمام ارزش هایی که تو جامعه داره تولید میشه. و اون سهم خواهی و اون برابری طلبی و اون حق و آزادی خواهی در جامعه به مراتب وسیع‌تر از اینه که با یه تغییر مدیریت بشه انجامش داد. و حتی شاید جالبتر اینجاست، اون وقت نگاه میکنید به نیروی اعتراضی به این کل سیستم جمهوری اسلامی در ایران، همه میبینید در کنارش پسوندهای بعدی رو میارن، میگن که ما میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم مثل بقیه مردم، لاقل در به عنوان یه انسان قرن 21 بتونیم زندگی مطمئن، رفاه و آسایش داشته باشیم. و رفاه و آسایش رو هیچ نیروی از بورژوازی با هر شکل و با هر شمایلش نمیتونه فراهم کنه. مشکل جمهوری اسلامی فقط در این نیستش که فرض کنید انواع اقسام فساد و پولخوری و غیره توش وجود داره، به مراتب وسیع‌تر از اینه. با جامعه مواجه هستش که اون جامعه طلبکاره و ازش میخواد فراتر از اینا رو میخواد، رفاه وسیع میخواد، از بین رفتن انواع فشارهای اجتماعی رو میخواد، از بین رفتن بیکاری رو میخواد، حقوق مناسب رو میخواد، زندگی شایسته یه انسان قرن 21 رو میخواد. و اینجا فقط مسئله مدیریت نیست، مسئله تغییر نظامه. و همونجوری که شما اشاره کردین توی ابتدای صحبت، شبه یه دنیای دیگه و یه اقتصاد دیگه و یه سیستم دیگه ای در گشت و گذاره که مردم خواهان اون تغییرات اساسی هستن. و این تغییرات اساسی رو دیگه نمیشه با یک قرن دوزار این ور اونور کردن، یه ذره بزرگتر یا کوچیک کردن یا متفاوت کردن رایانه ها پاسخ داد. مردم نوع دیگه زندگی رو میخوان و حاضر نیستن این نوع و این شرایط رو بپذیرن. بر همین اگه جمهوری اسلامی مدیریتش رو فرض میگم عوض کنه، یه سری تکنوکرات هم بیان سر کار، پاسخ نمیگیره. جامعه به مراتب بیشتر از اینا خواهانه و به مراتب فراتر از اینا انتظار داره و حکومتی رو که میخواد و طبیعتا حکومتی باشه که خواسته های مردم در اولویتش داشته باشه. و یه همچین چیزی با تغییر مدیریت غیر ممکنه. یه سوالی که تو بحثتون واسه هم پیش اومد این که سر همین موضوع، این که بحث مدیریت غلط جمهوری اسلامی، آیا واقعا شما که تو بحثتون یه جایی اشاره کردی ولی خواستم بیشتر این موضوع رو باز کنید که آیا واقعا بحث این که جمهوری اسلامی بره و یک از لحاظ نظام مند بودن اقتصاد اون جامعه، فرضاً یه جامعه سرمایه‌داری، یه حاکمیت سرمایه‌داری رو تو ایران ما شاهدش هستیم و جمهوری اسلامی امروز به عنوان یکی از مجریان این نظام داره حاکمیت میکنه در طول این 4 دهه،
و بحثی که الان اینا میکنن اینه که جمهوری اسلامی بره با همون نظام سرمایه‌داری که حاکم بورژوازی که تو جامعه حاکمه با یه مدیریت درست جامعه رو به پیشرفت، رو به رفاه و رو به جلو میره. آیا شما این مسئله رو میتونید چجوری پاسخ بدی و آلترناتیو شما در رابطه با این مسئله چیه؟ ببینید، نوع حکومتی و غیره که مطرح میشه تصاویر متفاوتی داره به جامعه ارائه میشه و انتظارات متفاوتی رو در مقابل جامعه میذارن. یه اتفاقی مثل انقلاب 1357 قابل تکرار نیست. راحت نیست که شما فرض کنید بگید که بخور بخورای زمان رژیم سلطنت پهلوی رو اگه جلوشو بگیریم، اگه به یه شکل دیگه فرض کنید مدیریت بشه، اگر به یه شکلی دخالتگری بشه، در اون صورت میتونه جامعه شرایط بهتری پیدا کنه. اون غیر قابل تکرار. مردم یه بار اینو تجربه کردن و میدونن که این حرفا پشیزی ارزش نداره وقتی که تضمینی براش وجود نداشته باشه. صحبت بر سر نیاز مدیریت که مربوط به این قرن و مربوط به این دوره و با تمام امکانات باشه، طبیعتا نیاز هر حکومتی هست. مسئله بر سر اون نیست، مسئله بر سر اینه که کل این نظام بر اساس چیزی میگرده که برای سود جمهوری اسلامی سر کار باشه، اولتراتیو راست سر کار باشه. وقتی که کل نظام بر مبنای سود سازماندهی داره میشه، طبیعتا قرار کسانی که توی اون موقعیت فعلیشون نیستن، یعنی کسانی که قرار اون سوددهی رو بدن و حاضر نباشن قبول کنن، هیچ جایگاهی نخواهند داشت. چرخش نظام بر راه حل های فراهم آوردن سود به هیچ وجه پاسخگوی زندگی که مردم الان دنبالش هستن نخواهد بود. یک راهی که تغییر اساسی و مهم مطمئن شدن از تغییر اساسی به میزان زیادی بر سر که تغییر باشه در کل این نظام، تغییر باشه نه برای تولید برای سود، بلکه تغییر باشه برای تولید برای رفاه مردم و برای مردم. اگر که از این زاویه نگاه کنید، تو همه این نظام ها طبیعتا مدیریت لازمه، طبیعتا لازمه که بشه تمام امکانات در اختیار بیشترین تعداد و با بهترین شکلی فراهم کرد. صحبت بر سر نیاز به مدیریت و یا عدم نیاز به مدیریت نیست. صحبت بر سر اینکه بالاخره اون مدیرانی که دارن این کار را انجام میدن در خدمت چه هدفی دارن فعالیت میکنن. وقتی هدف هنوز همون کماکان تولید سود باشه و بر مبنای سود باشه و به قول خودشون چیزی که سود ده نیست یا اندازه سود دهیش پایینه یا باید سود دهیش رو بیشتر کنه، تنها از راه استثمار و سرکوب ممکنه. اون تغییر میگم به همین اساس بر شکل و یا شمایل تغییر مدیریت نیست، بلکه بر کل اون فلسفه است که جامعه ایران قرار حول اون تولید و باستولید در خوشش بشه و اونم از تولید از تغییر بکنه، از تولید برای سود به تولید برای مردم و در خدمت خواسته ها و نیازهای کسانی که توی جامعه زندگی میکنن. و این تغییر اساسی، یک همچین تغییری از طریق تغییر مدیریت انجام نمیشه، بلکه برعکسه. تغییر جامعه به اون شکل میتونه تازه مدیریتی رو بیاره که برای اون امر داره فعالیت میکنه. و به همین خاطر اوردن انواع اقسام نمیدونم مدیران و تکنوکرات ها مسئله و مشکل اساسی جامعه ایران رو عوض نمی کنه. تو بسیاری یک کشور ها ممکنه یک همچین چیزی ممکن باشه، بگن که یک کاری رو یا یه اتفاق یا یه حکومتی رو برمیدن و یه حکومت دیگه جاش میزنن و این لاغل این امید به مردم بدن که قرار شرایط بهتر بشه. جامعه ایران فراتر از اینه، شرایط امروز ایران فراتر از اینه و مبارزاتی که داره در ایران انجام میشه به مراتب بیشتر از این چیزا رو میخواد و اون خواست رفاه و آسایش و امنیت و تنها راهی که براش ممکنه این که اولتراتیو سوسیالیستی و هژمونی مستقیم طبقه کارگر به عنوان پرچمدار این تغییر میتونه ممکن بکنه. و اگر این نباشه، هر شکل دیگه، هر نوع مسکن دیگه، این حتی اگه اسمش رو بشه گذاشت، دوای درد مردم رو نمیکنه. دوای درد مردم در تغییر کل این نظام و تولید بر اساس نیازهای انسان تا تولید برای سوده و این تنها راهی است که میشه اون رو فراهم کرد و جامعه ایران داره به اون سمت قدم برمی داره و برای اون داره ابراز وجودش رو ما به اون آلترناتیو و جامعه داریم میبینیم. حتما تو بحثم به اعتراضات کارگران از هفتپه و هپکو و فولاد اهواز تا اعتصابات اخیر کارگران نفت که بیش از 100 تا از
قاعده های کارگری نفت و پتروشیمی در اعتصاب به سر میبرن، به اون میپردازیم در انتهای صحبتمون. ولی اگه میخوام یه شیفتی به دوباره بحثمون تو عقب بزنیم و در مورد اینکه خود جمهوری اسلامی وضعیت جامعه رو میدونه که در حال انفجاریه و میبینه که نارضایتی های سراسری یه موج بزرگی داره دامن جمهوری اسلامی رو میگیره و از این لحاظ خودش هم میدونه که رفتنیه، ولی با وجود این یه بحثایی میشه که میگن جمهوری اسلامی نمیخواد مثلا بحث آب و برق و معیشت در کل تو اون جامعه، شالوده های مدنیتی که تو اون جامعه هست همش داره از بین میره و جمهوری اسلامی از بیمسئولیتیش داره این کار میکنه و نمیخواد. آیا واقعا جمهوری اسلامی نمیخواد یا توانشو نداره و دچار این معضل بزرگی شده؟ چون از بحث دیگه میشه از این وسط که میگن هر درجه که به خواسته ها و مطالباتی که تو اعتراضی که تو جامعه هست جمهوری اسلامی تن بده، به همون اندازه موجب میشه که خواسته های بیشتری دوباره تن بده و این میتونه به عنوان اینکه داره زیربنای خودش رو یا با تبر داره ریشه‌های خودش رو میزنه، آیا این میتونه در اوضاع جاری صحت داشته باشه؟ فکر نمی کنم هیچ حکومتی با این نوع یا با این برخورد میره سراغ مردمش. سوال اینه که خب جمهوری اسلامی میخواد برق قطع بشه، میخواد مردم مثلا فرض کنید به جای 24 ساعت 20 ساعت برق داشته باشن، میخواد به جای 24 ساعت 18 ساعت آب داشته باشن. دلیلی نداره برای چی این کارو بکنه. فکر نمی‌کنم هیچ حکومتی با این پروسه اصلا میره جلو. فراهم آوردن حداقل ها وظیفه دولت، اینه که جمهوری اسلامی این مینیمم ها و این حداقل مسئولیت رو تو جامعه نداره به خاطر نیست که جمهوری اسلامی نمیخواد مردم برق داشته باشن، نمیخواد مردم آب داشته باشن. این واقعیت نه به نظر من به عنوان عقل سلیمش بگیریم چه به عنوان سیاست حکومتی هیچ حکومتی تو هیچ جای دنیا ما یه همچین شرایطی رو نمیبینیم. ولی دلایلی که این بحث ها مطرح میشه فکر میکنم مهمه. یه عده میگن که از جمهوری اسلامی بیشتر نخواهیم، چون که اگه جمهوری اسلامی مجبور شه امکانات بیشتر بده و فکر کنه عقب تمیشه شروع میکنه به شما حمله کردن، میتونه یه دلیلش باشه. یه عده میگن که نه، جمهوری اسلامی واقعا اوضاع احوال فعلی، و این بخش از خود جمهوری اسلامی نمیگن، میگن نگاه کنید به محیط دور و برمون و کلا به خاطر اتفاقات اکولوژی و غیره به این خاطر کمبود آب و هزار مسئله دیگه به این خاطر که ما مشکل آب و برق داریم، یا یکی میگه که به خاطر اینکه بیت کوین میخوان برن استخراج کنن مشکل برق بود. همه اینا به نظر من تو بخش های دخیل هستن، ولی به طور واقعی مسئله بر سر این که جمهوری اسلامی دیگه عملا کفکیش به تای دیگ خورده. اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی نمیخواد به این معنا که میخواد مردم عذاب بکشن. این تصویر خیلی مزخرفی و به نظر من خیلی فردگرایانه است از یه حکومتی که 40 خورده سال سر کاره. به طور واقعی جمهوری اسلامی با مشکل مواجهه به خاطر اینکه کل این نظام، شکل سوددهیش، شکل کار کردش، از عدم سرمایه گذاری و مطمئن شدن از زیربناهای جامعه، از امکانات رفاهی فراهم کردن، از آینده نگری، از تمامی این جهت برای جمهوری اسلامی فقط حضور خودش مهمه و مردم این وسط گمن. به این علت باید نگاه که ببینیم که جمهوری اسلامی مسئولیت داره، فوق العاده رژیم بی‌مسئولیتیه و صحبت بر سر اینه، رژیمی که نمیتونه این مسئولیت رو انجام بده، نمیتونه اون حداقلایی که جامعه نیاز داره فراهم کنه، نمیتونه هیچ گونه رفاه یا امید به رفاه یا هیچ گونه امید به گشایش شرایط زندگی مردم و بهبود در اومدن از این بحران ها رو نداره. خب معلومه که خب یه همچین رژیم باید بره کنار کسی بیاد که میتونه این کارو بکنه. و فکر میکنم سوالی که امروز جامعه مطرح میشه همینه. جمهوری اسلامی جمهوری است فوق العاده شکست خورده در مقابل مسئولیتی که در مقابل جامعه داره، و چون شکست خورده در مقابل این مسئله و نمیتونه این مسئولیتش رو همونجوری که قرار بوده هر دولتی فراهم کنه وقتشه که بره کنار و نیروی دیگه جاش بیاد، اما حاضر نیست بره. جمهوری اسلامی هیچ موقع مثل هیچ نیروی و دولت بورژوازی دیگه حاضر نیست که خودش از دولت بره کنار و از حکومت بره کنار، و اینو باید ازش گرفت. و این واقعیتی است که تو جامعه هست. جامعه میگه که شما باید برید، نمیرید، باید خودش رو آماده کنه که نه ازش بگیره. تمام
داستان بر سر همون نکته است که به یه شکلی شما اول اشاره کردی که این حقا گرفتنیه، دادنی نیست به توسط جمهوری اسلامی، باید ازش گرفت. و برای اینکه ازش بگیری، وقتی که این دولت هیچ گونه امکانی رو نمیتونه فراهم کنه و کاملا بی مسئولیت، همه میدونن عدم توانایی به مسئولیت پذیریش میدونن تو جامعه، به همین خاطر این دولت باید بکنه و نیرویی بیاد سر کار که میتونه این پاسخ بده. و تنها نیرویی که میتونه پاسخ بده به این خواسته مردم، نیرویی که میگم تغییر بده از تولید بر اساس سود و به تولید بر اساس نیازهای اجتماعی و نیازهای مردم. و اگر این اتفاق بیفته است که ما میبینیم که نه تنها به اندازه کافی امکانات و شرایط زندگی بهتر و انواع اقسام نعمات تو جامعه و تولید مرتب و سرسام‌آوری که امروز در دنیای واقعی قرن 21 مهم ممکنه، یک همچین شرایطی طبیعتا زندگی بسیار بسیار مرفه‌تر و بهتری میتونه برای جامعه و ارمغان داشته باشه. و این تمام این پروسه تصویری که جمهوری اسلامی و نیروهای برجوزی میدن که میشه به یه شکل دیگه همین نظام و نگرداشت رو زیر پا میذاره، و این جامعه ایران امروز دنبال اونه، دنبال اون خواسته ها، دنبال اون رفاه، دنبال اون آزادی و دنبال اون برابریه. و به همین دلیل پاسخهای دیگه فکر میکنم یا بخشن داره رفع مسئولیت میکنه جمهوری اسلامی، و یا گویا اینی که یه آدم کودن سر کنه که 40 خورده سال بر نزدیک 80 میلیون نفر حکومت کردن و انگار عقلشون نمیرسه. عقلشون میرسه، کارم دارن میکنن، ولی جامعه فراتر از این و بیشتر از این میخواد و حقشون میخواد. اما سوال آخر امانه کفا، سوال اینه که شبه یک انقلاب اجتماعی تو گشت و گذاره تو ایران، اوضاع وضعیت طبقه کارگر توی موقعیت تعرضی، در اشاره کردم اعتصابات سراسری تو راه از طرف طبقه کارگر، یه قطبندی مشخص و شفافی تو جامعه شکل گرفته و معلومه که پرچم داره این انقلاب اجتماعی و داره طبقه کارگر به دست میگیره. تو این معادلات طبقه کارگر کجای این معادلات میتونه قرار بگیره و آینده رو چگونه میتونه رقم بزنه؟ ببینید، در حال حاضر من فکر میکنم که طبقه کارگر این موقعیت رو داره و این پرچم رو بلند کرده. ما با یه جامعه مواجه هستیم که اعتراضات به گستردگیش شاید بی نظیر امروز در سطح دنیا، و اعتراضاتی که داره میشه و خواستهایی که داره مطرح میشه و نیروهایی که بر همین اساس دارن ابراز وجود میکنن، شکل و شمایل دیگری به کل جامعه ایران دادن. جامعه ایران نه فقط از نظر یک فردی که داره سعی میکنه یه راه حلی پیدا کنه، بلکه از نظر هر بیننده، هر نظارگری، بیانگر تلاطمی هستش که توی اون الترناتیو های متفاوت مطرحن. و اون چیزی که امروز متفاوت میکنه ایران رو نسبت به همین ایران فرض کنید 2 سال 3 سال اخیر، اینی که اعتراضاتی که از طرف طبقه کارگر، اعتصابات و مبارزات مردم زحمتکش تو ایران به شکلی در اومده و به اندازه‌ای خودش رو بروز داده در سطح جامعه و الترناتیو ها و رهبرهای خودش رو در سطح جامعه بوده و الترناتیو های خودش رو گذاشته. الترناتیو های مثل الترناتیو های شورایی، حکومت مردم بر مردم از طریق شوراهای خودشون، اینا خواسته هایی هستن که امروز توی ایران به مراتب بیشتر از هر دوره دیگه مطرح هستن. و به همین اعتبار باید گفتش که الترناتیو کارگری به عنوان پرچمدار دنیای دیگه در ایران امروز مطرحه. ولی اجازه بدید من یه قدم دیگه از این بگم، باید بیشتر و دقیقتر نگاه کرد به این جامعه. اینه که یک الترناتیو مطرح تو جامعه، تا اینکه این الترناتیو به سر کار میاد، داستان راه و کار خودشو داره. اعتراضات متفاوتی از آذراب و هپکو و هفتپه و فولاد و غیره شما مثال زدید و حتی امروز حساب نفت، ببینید اینا همشون اعتراضاتی هستن برای خواسته هایی که اون خواسته ها رو دیگه از رژیم بورژوازی به این راحتی براش قابل تهیه و فراهم کردن و پاسخ دادن بهش نیست. یه اعتصابی که فرض کنید امروز شما میبینید مثل اعتصاب کارگران نفت، این اعتصاب یقه و حلقوم کل اقتصاد جمهوری اسلامی رو گرفته. ما داریم در مورد یه بخش صنعتی و یه بخش مهم اقتصاد ایران داریم نگاه میکنیم که بیش از 100 هزار کارگر در 100 خورده مرکز متفاوت، پس از انواع اقسام دسیسه ها، پس از انواع اقسام تقسیم بندی هایی که بهشون حکم کردن از شرکت های پیمانکاری
از انواع اقسام شکلهای فرض کنید قومی، مذهبی، ساختن مناطق ویژه، عدم اجازه به هر گونه تشکل و هزار هزار نوع متفاوت قرارداد موقت و نیمه وقت و رسمی و غیر رسمی و انواع اقسام راهی رو سعی کرده حکومت اسلامی ایران پیش ببره و به این طریق راهی رو پیدا کنه که برای اینکه بتونه تقسیم بندی بین طبقه کارگر رو هر چقدر بیشتر و بیشتر بکنه. اعتصاب کارگران با وجود تمام این تقسیم بندی ها و نشون دادن اینی که میتونن متحد و در یک صف واحد با همدیگه وایسن و صف واحدی که امروز مژده داره و برای کل طبقه کارگران و در این حال پشتیبانی وسیع رو به دور خودش آورده، توی یک همچین شرایطی نشون داره میده که بالاخره الترناتیوی هست در مقابل این و این الترناتیو دیگه مثل بقیه نیست و قابل شکست به این راحتی و یا قابل خونه فرستادنشون به این شکل دیگه نیست. اوضاع ایران به این اعتبار اگه نگاه بکنیم و به این از این زاویه اگه نگاه بکنیم بیانگر دوره دیگری است، دوره است که طبقه کارگر با اعتراضاتش و با خواسته های خودش نه تنها الترناتیوی در مقابل کارفرما بلکه الترناتیوی در مقابل کل جامعه داره قبول ارائه میکنه که میگه این شرایط رو قبول نمیکنم و این فکر میکنم نقطه عطف مهمیه در تاریخ ایران و در فضای سیاسی امروز ایران. هر کسی نگاه کنه میگه امروز دیگه اینجوری نیست که بگیم یه جامعه هست که توش اعتراضات هست، بلکه امروز ما با جامعه مواجهیم که اون اعتراضات شرایط و اوضاع سیاسی رو دارن رقم میزنن. همه میتونن نگاه کنن از زاویه این اعتراضات و ببینن جامعه ایران الان در چه شرایطی قرار داره، جمهوری اسلامی در چه مخمصه قرار داره و به همون اعتبار کل بورژوازی ایران با چه ترسی مواجهه. نیروی عظیم، نیرویی که میتونه بیاد بالاتر از تمام این تفرقه ها وایسه و صف متحدیش رو نشون بده و نشون بده که میتونه پشتیبانی وسیع داشته باشه، به این اعتبار تعیین کننده و مهم و نقطه عطف جدیدی رو توی تاریخ مبارزات کارگری ایران و مشخصا توی چند سال اخیر داره رقم میزنه. همه اینا رو که بزنیم بغل هم دیگه میبینیم که بس دنیای ایران با دنیای قبل فرق میکنه. فضای سیاسی امروز ایران به مراتب حول این الترناتیو ها بیشتر و بیشتر داره پولاریزه و قطبی میشه و این قطبی شدنش و این پولاریزه شدنش شرایط و امکانات فراهم اومدن الترناتیو های واقعی کارگری، الترناتیو های واقعی سوسیالیستی، الترناتیو هایی که میتونه آزادی و رفاه و بتونه امید و برای بخش عمده جامعه، اکثریت وسیع جامعه فراهم بکنه، به مراتب قابل رؤیت تره و اینو باید معیار گرفت. طبقه کارگر امروز فقط اعتراض نکرده بلکه داره با اعتراض خودش یک سری از بناها و یک سری از راه حل‌های بورژوازی چه در ایران و چه در سطح بین‌المللیش رو داره باهاش دیگه رفته عملا به جنگ. از بین بردن پیمانکاران، حقوق کافی برای همه، بالا رفتن دستمزدها بنا به نرخ تورم، هر چی میگن به صورت اتوماتیکوار، مطمئن شدن از برگردانده شدن همه کارگران که کارگر اخراجی وجود نداشته باشه، قراردادها تمام معلوم باشه و از پیش معلوم باشه، حقوقا سر وقت پرداخت بشه، همه و همه همونجوری که شما اشاره کردین مثل اعتصاب هفت تپه داریم که اینا با متکی بشه به نیروی خود کارگر و نیروی جمعی خود کارگر، خرد جمعی خود کارگر و تشکلات جمعی خود کارگر، تشکیلات مجمع عمومی عملا به معنای شوراهای پایه و دامن زدن به این جنبش بخشی از اون مبارزه است که امروز در ایران به طور روزمره همه جا داریم میبینیم. کارگرها دور هم جمع میشن، مردمی که هر جایی کار میکنن دور هم جمع میشن، شکل شورایی میگیرن و انقدر این شکل شورایی و این شکل الترناتیو سطح وسیعی داره که حتی یه کسی که میخواد بیاد بگه من میخوام دولت بورژوازی دیگه بیارم مجبور به از لغت شورای مثل شورای دوره گذر از همون لغت شورا استفاده کنه. خواست واقعی مردم به وجود اومدن تغییرات و جنبش طبقه کارگر امروز داره توی این دوره واقعا چهره های خودش، نمایندگان خودش، رهبران خودش و الترناتیو خودش رو به عنوان یه الترناتیو قابل دسترسی، به عنوان یه امکان تو سطح جامعه داره مطرح میکنه و فکر میکنم این دوران دوران بسیار شگفت انگیزیه برای کسانی که تغییرات واقعی تو جامعه ایران میخواستن و دورانی است که میشه فهمید که چگونه باید متشکل و نه متحد خالی، متشکل در سطح طبقاتی با داشتن حزب خودش
بتونه طبقه کارگر با آلترناتیوی رو برای جامعه بیاره و زندگی رو بیاره که بتونه جامعه به طور واقعی احساس آزادی و احساس نفس کشیدن و راحت بودن و رفاه و آسایش رو به خودش ببینه. و این شرایط در ایران الان میشه تمام شواهدش رو دید و به همین خاطر میگم خیلی درست بود که اشاره کردی، گفتید شبه انقلاب اجتماعی به طور واقعی تو ایران میشه دیدش و این نقطه عطف جدیدی است که توی اوضاع سیاسی ایران باید به شخصا اشاره کرد. ممنونم، انا کفا.